سلامی گرم و پرمهر به شما عزیزان و همراهان همیشگی. بار دیگه مهمان خانه های آریایی شما هستیم. تشکر از اینکه به برنامه خودتون توجه میکنید. در این برنامه یادی میکنیم از آثار شیخ سخن، سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده جهانگرد پارسی، عصاره علم و دانش خود را به میراث گذاشت. وی را پیامبر پارسیگو نیز میخوانند. آثارش بیانگر هوش و اندیشه وافر و بی‌نظیرش است. سعدی به نثر و نظم آثارش را به قلم کشیده. در نثر سعدی نامه و یا بوستان و در نظم گلستان از شاهکارهای آثار سعدی به شمار می آیند. بوستان که از یک سرآغاز شروع شده به همراه 10 باب حدود 4000 بیت دارد. باب نخست عدل و تدبیر را در بر می گیرد. شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر. یکی گفتش ای خسرو نیک روز، ز دیبای چینی قبایی بدوز. بگفت اینقدر ستر و آسایش است، و از این بگذری زیب و آرایش است. نه از بهر آن می ستانم خراج، که زینت کنم بر خود و تخت و تاج. چو همچون زنان هله در تن کنم، به مردی کجا دفع دشمن کنم. مرا هم ز صد گونه آز و هواست، ولیکن خزینه نه تنها مراست. خزاین پر از بحر لشکر بود، نه از بحر آزین و زیور بود. سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه، ندارد حدود ولایت نگاه. دومین باب از احسان میگوید. گره بر سر بند احسان مزن، که این زرق و شی دست آن مکر و فن. زیان می کند مرد تفسیردان، که علم و ادب می فروشد به نان. کجا عقل یا شر فتوا دهد، که اهل خرد دین به دنیا دهد. ولیکن تو بستان که صاحب خرد، از ارزان فروشان به رغبت خرد. باب سوم بیانگر عشق و مستی و شور است. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت. که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست. بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یاری ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده ام تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شم، به دیدار او رفت اصحاب جمع. نرفته ز شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره ای. همی گفت و می رفت دودش به سر، همین بود پایان عشق ای پسر. سعدی در باب چهارم تواضع را به قلم می کشد. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جای که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. او در باب پنجم از وفا می سراید. عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بی مغز پوست. او عابدان ریاکار را که با خلوص نیت عبادت نمی کنند بی وفا می داند. سعدی در باب ششم قناعت را پیشه می سازد. یکی نیشکر داشت در تیفری، چپ و راست گردیده بر مشتری. به صاحب دلی گفت در کنج ده،
که بستان و چون دست یابی بده. بگفت آن خردمند زیبا سرشت، جوابی که بر دیده باید نبشت. تو را صبر بر من نباشد مگر، ولیکن مرا باشد از نیشکر. حلاوت ندارد شکر در نیش، چو باشد تقاضای تلخ از پیش. باب هفتم بوستان از عالم تربیت سخن دارد. بد اندر حق مردم نیک و بد، مگوی ای جوان مرد صاحبت خرد. که بد مرد را خصم خود می کنی، وگر نیک مرد است بد می کنی. تو را هر که گوید فلان کس بد است، چنان دان که در پوستین خود است. که فعل فلان را بباید بیان، و از این فعل بد می براید عیان. به بد گفتن خلق چون دم زدی، اگر راست گویی سخن هم بدی. زبان کرد شخصی به غیبت دراز، بدو گفت دانندهی سرفراز. که یاد کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. در باب هشتم شکر بر عافیت را چنین میگوید: نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. عطاییست هر موی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. نهمین باب از توبه در راه ثواب حکایت می کند. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. اگر مرد مسکین زبان داشتی، به فریاد و زاری فقان داشتی. که ای زنده چون هست امکان گفت، لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت. چو ما را به غفلت بشد روزگار، تو باری دمی چند فرصت شمار. در باب دهم و آخرین باب به مناجات و ختم بوستان می پردازد. از من سیه نام تردیده نیست، که هیچم فعال پسندیده نیست. جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست. بضاعت نیاوردم الا امید، خدایا ز عفوم مکن ناامید. سعدی پس از بازگشت به شیراز در سال 655 قمری در خانقاه ابوبکر عبدالله ابن خفیف همجوار شد و مقام ارجمندی در دربار سعد ابن ابوبکر داشت. گفته شده که تخلص سعدی از نام وی می باشد. سعدی شیرازی کتاب بوستان را قبل از رسیدن به شیراز سروده بود و این شاهکار را قندی بر برگه به سوغات آورده و به عنوان هدیه به ابوبکر ابن سعد ابن زنگی اهدا می کند. مجموعه دوم از آثار نظم سعدی شامل قصاید عربی می باشد که حدود 700 بیت است و محتوی متن، نصیحت و قصیده پرمحتوا در مرثیه می باشد. سومین مجموعه قصاید فارسی که شامل موعظه، نصیحت، توحید و مدح پادشاهان و رجال برجسته بوده. آثار چهارم مرثیه های مشتمل بر قصیده در ارتباط با مرگ مستعصم، سعد ابن ابوبکر و امیر فخرالدین ابوبکر و همچنین یک ترجیه بلند معروف در مرثیه اتابک سعد ابن ابوبکر می باشد. اثر پنجم مولمعات و مثلثات و اثر ششم ترجیحات. هفتم طیبات، هشتم بدایع، نهم خوانیم، دهم غزل قدیم. صاحبی اثر 11 که مجموعه ای از برخی قطعات فارسی و عربی می باشد. 12 اثر هم اشعار حزل و 2 مثنوی با انتقادهای دلپذیر، چند غزل و رباعی هست. اثر 13 رباعیات و 14 مفردات نام دارد. سعدی تحول 100 ساله غزل فارسی را با بیانی شیوا و رسا پیش از حضرت حافظ در شعر و ادبیات فارسی به کرسی نشاند. او که از جملات گنگ و پیچیده استفاده نمی کرد، با نهایت هنر ساده اما دلنواز سرود.
شیخ سخن حقایق زمانه را در باب پند و اندرزی صمیمانه و گاهی منتقدانه در آثارش خلق کرد. قلم او مشوق مهر و محبت، عقل و تدبیر بود. سعدی شیرازی معلم درس زندگی است. هر داستان، غزل و حکایتش ژرف‌ترین اصول زندگی را بیان می‌کند. می توان پاسخ بسیاری از سوالات را در آموزه‌های شیرین و دلنوازش به سادگی آموخت و از آن استفاده کرد. و اگر چنین باشد، دنیای امروز ما زیباتر از همیشه خواهد بود. چنانچه همگی ما آموزه‌های بزرگان را جامع عمل بپوشانیم، رویای صلح و آرامش به زمین باز خواهد گشت. به امید روزی که نه جنگ باشد و نه ظالم، نه فقر باشد و نه فقیر، نه نادان باشد و نه ناتوان. به امید یافتن خود و به امید بیداری. تا برنامه آینده، زیر چتر عشق، پر از خیر و برکت و شادی و در پناه خالق بخشنده و مهربان.